ممانعت قالیباف و صحبت درباره فاجعه مدرسه نشون میده که پشت پرده خامنه ای و روحانی و قالیباف دست به یکی کردند. دارم اینا به وزیر آموزش پرورش متذکر بشید اون توجه کنن. بحث کرونا جدی هست کنن در موضوع امروز در حوزه آموزش پرورش هم همین اتفاق داره میفته. یعنی در حوزه که 13 میلیون در دانش آموز این شرایط سخت خانواده ها غیر از این که این مشکلات کرونا و این بحث ها رو دارن این مشکل رو هم دارن. من خواهش میکنم که برحال وزارت آموزش پرورش توی زمینه موضوع صحبت کنید. چشم بعضی مسائل هم هست که رو موضوع روز چاره ای نداریم آقای قالیباف خودش. یعنی صحبت از مدارس ممنوع چون ممکنه مثل ماجرای بنزین جرقه بشه همه مون آتیش بگیریم. جناب رئیس جمهور بزرگوار در رابطه با بازگشایی مدارس بدون فراهم نمودن زیرساخت‌ها البته در ابعاد مختلف سم مهلکی است برای عدالت آموزشی. نمونه دیگر گرانی بنزین در کل کشور. روزنامه ابتکار با اشاره به غفلت نیروهای امنیتی در حوادث آبان نوشت به طور طبیعی این وضعیت را نمیتوان موقعیت پایدار و مانا دانست. این شرایط در آینده‌ای نچندان دور دستخوش تغییراتی سترج خواهد شد. نکته آخرم امسال سال انضباط دقیق دانش آموزانه. چیزی شبیه پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح همیشه در کلاس‌ها و در مدرسه انضباط یک اصل بوده اما امسال اصل مهمه. خمینی دانش آموزا رو برد میدون جنگ تا مین پاک کنن. خامنه ای و روحانی میخوان از هر مدرسه یه پادگان و یه میدون مین درست کنن اما یکم دیر شده. همین بچه ها میدونن چه کار کنن. آقا آتشین میشود.